سلام به تمام شما بیننده های عزیز تلویزیون یک، بگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی در این برنامه شما را همراهی میکنم و دوست دارم شما نیز در برنامه با ما باشین. دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازین. امروز مهمان من محمد یعقوب حیدری والی کابل هستند و بحث ما در رابطه با ادامه محدودیت گشت و گذار در پایتخت به دلیل پیشگیری از ویروس کرونا. اما قسمی که همه ما شاهد هستیم در شهر کابل، این محدودیت از سوی شهروندان در نظر گرفته نشده است. اینکه دلیلش چیست و چرا، امروز با جناب حیدری بحث میکنیم. حیدری صاحب سلام به شما، ممنون که به ما وقت گذاشتین. سلام بر شما، بر بینندگان عزیز و همکارای تکنیکیتان عرض ادب و حرمت دارم. بخیر. ممنون شما والی صاحب. به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل و تعداد از ولایت‌ها محدودیت گشت و گذار وضع شد، اما قسمی که دیده میشه و شما هم بدون شک در جریان هستین، این محدودیت گشت و گذار از سوی مردم جدی گرفته نمیشه. دلیلش چیست و یا در این روزهای اخیر شما هماهنگ هستین و اطلاع دارین که گشت و گذار مردم بیشتر شده؟ بله، تقریبا دو هفته از هفته گذشته، در شروع هفته وقتی که در ولایت‌های در چندین ولایت ما شهرهای بزرگ تقریبا قرنطین شکست و بعضی هم خودشان قرنطینه رعایت نکردن، یعنی هم از طرف ادارات هم از طرف مردم اعلان شد که قرنطین نیست در مزار، در ایراد و در بعض شهرهای بزرگ دیگه. در کابل هم شما خودتان میفهمید وقتی که یک مملکت است و روابط داره، مردم این سرصدا از طرف اصناف در ابتدا بالا شد، دکاندارا، سرایدارا اینا، بعد از اون مردم هم به جاده ها ریختن. ما بسیار متاسف هستیم، به شکل بسیار بیرویش جای تاسف تاسف است که به خاطر آمادگی های اید و به خاطر اینکه بازار به اصطلاح یگانه وقت بازار اصناف دکاندارا همین وقت است، قرنطین شکستان دارم و با شهر مردم ریخت. ما در این زمان نتونه خبر دارم، بلکه در ارتباط بودیم، در ابتدا بسیار تلاش کردیم که جلوگیری شود. چندین بار برخوردهای خشونت آمیز هم شد، حتی فیرهای هوایی شد، بالای پلیس حمله شد و ما بالاخره مجبور شدیم با تماما بازارها در اکثریت از نوایی برم همراه اصناف، دکاندارا، مردم، دستفروشان ببینیم. وضعیت که ما مطالعه کردیم از کنترل بیرون شده بود. یگانه راهی که باقی مانده بود که ما تلاش کنیم چطوری مدیریت بشه. فعلا ما سر مدیریت شهری که باز شده، قرنطینی که شکسته، مصروف هستیم و تدابیر مشخص داریم که دوباره وضعیت به حالت خوبتر و بهتر بره. ممنون شما والی صاحب. یک شکایتی که بیشتر بر ما میرسد در قسمت امدادها و بهتر بگیم کمک هایی که به مردم شهر کابل میشه، البته به مردم نیازمند، گفته میشه در این راستا شفافیت وجود نداره و بیشتر مردم شکایت دارن. چقدر به شما برمیگرده و چقدر رسیدگی کردین؟ در حال حاضر دو پروسه امداد رسانی است. یکی نان است. بله. پروسه توزیع نان است که در اون قسمت شکایت ها برای ما رسیده که بعضی از نانوایی ها متاسفانه دو سه روز برای مردم نان توزیع نکردن، بعضیشان آرد برشان نرسیده توزیع نکردن و با اون ترتیب هم یک تعدادی از نانوایی ها و یک تعداد از وکلای گذر به عوض ده نان پنج نان توزیع کرده که ما تمام این موارد توسط کمیته نظارت کمیته اضطرار کابل بررسی کردیم و نتایجش یا عرایض و شکایت های مردم به سمع مسئولین شاروالی محترم کابل رساندیم و همونطور برای خود شاروال صاحب ما ارتباط گرفتیم و اونا در جهت رفعش تلاش دارن. این مشکلات بوده. پروسه دوم کمک های سکتور خصوصی و نهادهای خیر بین‌المللی و داخلی است. او به شکل هماهنگ پیش میره، تمام سرویه هایشون خانه به خانه شده، برای مستحقترین مردم توزیع میشه. در اون قسمت هیچ نوع مشکل پرابلم نیست. این که یک تعداد زیاد میخواین که برای زمان کمک شده، البته همین لیست ها در بسیاری جاها تهیه شده، برای همه در یک روز رسیدگی نمیشه. در این قسمت خوشبختانه ما کدام
مشکل عمده نداشتیم. تنها کسایی که سروی شدن منتظر هستند که برای ما همین امروز هم در دو ناحیه توزیز فردا پس فردا تا روز شنبه هم یعنی به می کمک رسانی ها به صلاح صورت میگیره که چی نهادهای بین المللی است، چی نهادهای شخصی است یا بنیادهای خیلی است، هم خود از ما سروی میکنن و هم در جمع سرویشان تیمای ما هم شرکت میداشه باشه. ممنون شما با اجازه شما یک تماس پاسخ میگیم. سلام بفرمایید. سلام. سلامت باشید. سلام به مهمان برنامه شما. تشکر. از نایه 13 به تماس شدیم. من از جناب والی اینمی ساخت بارم دادیم محبوبیت که خورید به حیث والی کابول است. این بار اولین بار است که به خاطر ویروس کرونا هر دقیقه به پرده تلویزیون ظاهر میشید. بهتر خود به خاطر امنیت کابل هفت یکل یک بار زایی شدید و شکایت کنید و تدابیر بگیرید به خاطر امنیت مردم. کرونا بدتر از امنیت نیست. این قدر مردم ما در روز 400 نفر 300 نفر در سطح افغانستان و به خصوص به کابل شهید میشه. این بدتر از کرونا است. کرونا وقتی کرونا خودتان و وزیر صحت جامعه با مردم توصیه های صحیح نیستین و متاسفانه خودتان ماکس ندارین. خودتون دسکش ندارین به مردم بی عوام فریدی هست، بی دروغ هست، مردم را یک قرار چی نکنین، مردم گشنه هست، دانیم که مردم کاروبار بکنه. تلفات کرونا این قرار نیست، سه ماه میشه کرونا ست نفر تلفاتش نیست، اما در افغانستان کرونا اصلا این معنایی نداره، به خاطر اینکه مردم روزانه کشته میشه، با اون باید تدابیر بگیرین. تو به خاطر امنیت کابل یک بار اصلا صفحه تلویزیون ظاهر نشده و به ارگان پای نداره به خاطر امنیت مردم. هر روز مردم دزدی میشه، هر روز مردم چاقو میخوره، فنکتر میزنه. چرا به خاطر از یک روز شما گپ نزنید، یک روز تدابیر نگرفتید؟ این کرونا محدودیت گشت و گذار، دکان دستکو، این غریب آزاری، این مردم را بار به خدا به دستن میکشن، مردم از گشنگی میمیرن. کرونا تلفاتش به او اندازه نیست که تلفات جنایی و جرم و به این گروه بهتر است که شما یکمی توجه بکنید. مسئول هستین، لطفا این موضوعی که از طریق تلویزیون به مردم تلسیه های سیهی میتونید خانه بیمانید بند خورا یک تو ماکس و دسکش و وستشوی استفاده نمیتونید چی خود چی وزیر سیاسی ها من هر زمانی که در مجالس گپ میزنه در فضای گپ میزنه که نه ماکس داره نه دسکش داره نه تلسیه های سیهی مراد میکنه، اما با مردم شما فشار نارید به زور دکانش از دسته کن باید به خدا که مردم میموره مردم وزش خوب نیست. در افغانستان اون قد برادر کرونا ضررش نیست، ضررت از جرم جنایی زیاد است. بهتر است که والی فکر میکنن یکم به امنیت کابل توجه کنن. لطفا مسئول هستین به امنیت کابل توجه کنین، به امنیت مردم. اون رو در شفاخانه مردم در ولادت امان نیست، این خانوما در زمان ولادت خود امن نیست. چی هست؟ بام که میرس مردم رو بکشه، اما این بلا را سر مردم دور بکنن. ممنون که در برنامه اشتراک کردین. والی صاحب، بیننده ما از ناحیه 13 به تماس شده بودن، حرفاش نشنیدین، پاسخ شما. بله، ما دردشان را درک میکنم و این دردی که اینا دارن، غمی که اینا دارن، درد و غم مشترک کل ما هست. در این قسمت اترام نبوده که ما هیچ چیز نکردیم در پرده تلویزیون به خاطر مجادله با کرونا ما ظاهر شدیم. امیدی روز ما مجلس امنیتی با تمام مسئولین امنیتی کابل چی از ولایت، چی از ولسوالی ها، چی از شهر داشتیم، با امیدین اوزات پلیس، با امیدین اوزات امنیت ملی، گردوی ملی و همطور قماندان های ولسوالی و سایر مسئولین تا قماندان فرقه، رئیس امنیت و قماندان امنی کابل و سایر مسئولین شد. تدابیر مشخص ما تدابیر جدی به خاطر پیشواز از تجلیل ایت ما گرفتیم که به خاطر همین محدودیت ها ما درد اینا را درد میکنم. اینطور نیست که ما به اصطلاح ششته باشیم، هیچ چیز هم نکرده باشیم. هر کدام مسئولیت خود را داریم و من همین مسئولیت احساس میکنم و ما از روزی که ما به این وظیفه توظیف شدیم به وصفی که سابق در پروسه تامین امنیت والی ها داخل نبودن در کابل، ولی ما شب روز تلاش کردیم و همون دوست ما اگر در جریان نیست یک شورای بسیار بزرگ در غرب کابل وجود دارد، در خصوصا ناحیه 13، 18 و 6 که ما بر تامین امنیت
مراسم عاشورا شب و روز تلاش کردیم، یک جا با مردم خود اونا با ما همکاری کردن. شما یک چیزی که همشهری و دوست عزیز ما در نظر بگیرن اوی است که مسئله تروریسم یک پدیده بسیار عادی نبوده، ما تلاش خود کردیم، نیروی امنیتی تلاش خود میکنن، ای که نتانستن جلوگیری کنن بسیار متاثر متاسف هستیم. کسایی هم که در این قضیه اگر تعلل کردن، کار خود انجام ندادن، جزای خود یا مسئولیتی که متوجهشان میشه رو خواب دیدن. اما شما ببینید که چطور دشمن قسم قلب، دشمن که اصلا نام انسان سر زمانده نمیتونیم، آمدن و طفل نوزاد به شهادت رساندن، خانمی که حامله‌دار بود تو را به شهادت رساندن، خانمی که ولادت کرده بود تو را چند ساعت دیر نشده تو را به شهادت رساندن. از جانبی هم در این مورد شما یک مسئله را باید آگاه باشین که دکترها خارجی اونها یا مؤسسه که همکاری میکردن اونها اجازه نمیدادن. چندین بار عملیات اوزه مسئولین امنیتی مراجعه کردن که شما تدابیر امنیتی نداری، امنیت را ما تامین میکنیم. آنها قبول نکردن، گفتن در تمام دنیا ما بدون گارد مسئله ایفای وظیفه میکنیم و شما در اینجا کسی مسئله را نبرید که این تهدید برای جان ما و جان مریضای ما است. یعنی غفلت از طرف زنان بودن. ممنون والی صاحب. باید اونا در شاید شد در نظر بید. ممنون شما. با اجازه شما تماس دیگری از بیننده ما را پاسخ میگیم. سلام بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشین. محمد عارف هستم از وزیرآباد. از وایسلآباد؟ وزیرآباد. بفرمایین برادر. وزیرآباد. وزیرآباد بفرمایین. از شاروال صاحب چی باشه؟ از انوالی صاحب کابل سوال دارن که همین مسئله قرنطین که همین بار از ایدم اعلام میتن یا مثل حال واری هم تو قرنطین از آن خودش اعلام میتن نام قرنطین هست اما قرنطین نمی باشه. ممنون شما. سوال دیگری نداریم؟ روز شما خوش. والی صاحب بیننده ما سوال شانهت من شما گرفتین. بفرمایید. بله ما همی در همی یک دروز تدابیر جدی را آمادگی های جدی را میگیریم که اول در ایام اید هموطنان عزیز ما در خانه های خود بمانند و به ایدی کردن نرن که بسیار خطرناک است. در بر نمازهای جمعه ما منتظر توصیه علمای کرام هستیم و همچنان ما هم مشوری مایی است که فاصله اجتماعی رعایت شود. بعد از این تغییر میکنه وضعیت. بعد از این ما مشروط باز میکنیم دکانها را، سرایه را و سایر جاهای خرید فروش و همطور بازارها را. قسمی خواهد بود که یک تعداد افراد با پیشین از صبح از 5 تا 10 بجه، یک تعداد از 8 تا 12، یک تعداد دیگه از 12 یا 1 تا 4 بجه، یک تعداد از 4 تا 8 بجه شب باز خواهد بود. این امرای خود اصناف دکاندارها، بازار، مردم و دیگه سایر ادارات صحبت شده، قسمی تنظیم شده که حداقل حضور مردم در شهر از ابتدا به 50% بعد از او به 30% برسد که این مدیریت بتانه از یک طرف زندگی فعال مردم که مردم خسته شدن از لحاظ اقتصادی پیشتر، اما همشهری دیگه ما مشاره داشتن روز به روز وضعیت اقتصادی مردم هم ضعیف میشه، پایین میاد، اونا هم بتونن به فعالیت فعالانی خود ادامه بدن ولی فاصله رعایت شه. بیشتر گله کردن که من ماست نمیپوشم. خب در پشت تلویزیون دیگه درست نیست که من پشت پرده تلویزیون ماست بپوشم، ولی ماسک و دستکش در جایی که لازم است ما میپوشیم. به هر حال از کلگی هم همی خواهش داریم فاصله اجتماعی رو رعایت کنن، با بازار و شهر جایی که ازدحام است میرن حتما ماسک و دستکش داشته باشن. این تبلیغ نیست و این هم دست کم نگیریم که کرونا از دشمن یا از تروریسم که تلفاتش کمتر است. اگر بی‌توجهی کنیم باز تلفات از این ده ها و صدها مراتب زیادتر خواهد بود. بنابراین نباید تبلیغ کنیم که هیچ مشکل نداره، 100 نفر کشته زیاد نشده. البته همین دلایل بگذارین که
کسی که طبیب است، کسی که دکتر است و پروفسورای طبی چی در کشور ما چی در خارج، اونایی که میگن حرفشان رو بشنیم و این بهترین راه خواهد بود با مجادله با این مطلب. یعنی بعد از این شرایط خاص ایجاد خواهد شد. ممنون جناب والی. بانک برنامه های آگاهی دهی از تمام نهادهایی که در این راستا مسئول هستند و مردم عرضه میشه و داده میشه، اما بازم مردم ویروس کرونا را جدی نمیگیره. به یک نوع باورمند هستند که ویروس کرونا و نهادهای مسئولی که برنامه آگاهی دهی دارن یک منبع درآمد است و مردم در این راستا با شما هم کار نیستن. چرا مردم به حرف شما اعتماد نمیکنن؟ خب بطورم نیست که مردم اعتماد نمیکنه. اگر شما همین شهر بزرگ ما رو ببینید، وقتی که مردم به جدا برآمده، اضافه از 20% تمام نفوس کابل نیست. یعنی وقتی که در شهر 500-600 هزار نفر برای واقعا شهر شلوغ میشه و مزدحم میشه، اما میلیون ها نفر در خانه میششتن. بسیار مردم است که آگاهانه خودش خود قرنطین کرده. این تبلیغات تبلیغات بسیار نادرست و زهرآگین است. کدام منبع درآمد؟ اکثریت مطلق کسایی که اطلاع رسانی میکنند با ما به شمول کارمندان دولت مردم است که به شکل داوطلب و ولنتار آمدن همکاری کردن. جامعه مدنی است کسان، هزار سپاس امتنان داریم. شما تلویزیونی ها چی، تلویزیون های ما و رسانه های ما چی آید دارین؟ بجز از اینکه اختصاص دادین یک بخش زیادی از وقتتان که رسیدگی میکنین، اطلاع رسانی میکنین. همین اکنون که من صحبت میکنم و توجه بمی است که مردم توصیه کنم که در خانه های خود بشینن، آیا من دیگه کار ندارم؟ هزارها کاری داریم که باید برسیم. پروژه و کارهای انکشافی ما بسیار اهمیت داره که ما به او باید برسیم. کوشش کنم میکنیم، ولی بسیار وقت ما را مجادله با ویروس کرونا میگیره. این به این معنی نیست که این کدام پروژه عایداتی است، نه ما کدام معاش از این مورد میگیریم و نه کدام عاید و درآمد داریم. اگر پوستر چاپ شده او هم قدر قابل ملاحظه نیست. یعنی از بودجه و مصارفی که داریم ما 0.01% شام به این منظور مصرف نکنیم. یک علت اساسی شام همکاری و کمک هم تلویزیون ها و رسانه ها بوده و هم مردم و جامعه مدنی بوده. به این خاطر من فکر میکنم باید جدی بگیره مردم ما، دقیق تر سر از این غور کنن و مطالعه بکنن. از جانب هم همین سطح آگاهی جامعه ما بینمی سطح است. که یک مطلبی که کل دنیا جدی گرفتن، ما خود ما حکم میکنیم که این بدل هیچ کدام گپی نیست، اینمی دروغ است. خب چطور آدم باز بتانه با این مسئله مجادله کنه؟ باز هم ما با مصمم هستیم و کوشش میکنیم که تا که میتونیم پروسی آگاهی دهی را هم از طریق علمای کرام، هم جامعه مدنی و بخصوص از طریق شما میدیای عزیز ادامه بدیم، تا مردم ما همین درک کلگی داشته باشه که این مزاخ نیست و جدی بگیرن. از خطرات از زیر که از کسایی بشنوند که مریض شدن، خودشان، اعضای فامیلشان و درد و رنج بسیار زیاد جدی و جدی را دیدن و هر روز ما تلفات داریم. این درست مقایسه نیست که بگویم هیچ تلفات نداره. ما هر روز تلفات داریم، دیروز هم تلفات داشتیم، شکی نیست که امروز هم خواهد تلفات داشتیم. به این خاطر من فکر میکنم باید بسیار جدی بگیریم و با دقت و با عقلانیت برخورد. ممنون شما والی صاحب. بیننده دیگر ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. سلام علیکم خواهر عزیز، شما سلام خدمت جناب محترم والی صاحب و همه بندرگران آجدر امنیتی در کشور. میخواستم که ابراهیم هستم از طرف دموکراسی نو شما را زحمت دادم. کسایی که در ماینو به خاطر هی دست آمد میکنن یا مواد خریداری میکنن، اگر جلایش نمیروزه هی بگیرن که یک متر اگر اجازه نتن، یک متر اگر اجازه نتن که متر به مواد شار گشو گذار کنه. گرچه مردم افغانستان بسیار مردم مسلمان متحده نمیستن، اما بسیار احساساتی هم هستن. با انه که برخور کمره یکی خود میشستن و جنگ جدال میکنن و این جنگ و دمامای مجید که میرن هیچ طاعت نمیکنن. حتی برای ملا صدا میگم که تو وقتی که خود ملا هستی، عالم دین هستی، تو که میترسی ما حالا میترسیم برای ما پل دفل میشونیم. امیر خواهش میکنم که اگر
یک تخوضای جدی است روزایی. ما هستم کسر که امکانات بسیار خیلی دارن، محتر دارن، بادیگارده دارن، همه مشکلات های را اونا نزیده میگیرن، بشار گشت بزار میکنن، عمران و فقیر به چرا را جری پای میکنن. بخاطر بیرونیت این مشکلات اگه تجربیر شدید هم نتیز بگیرن که در روزایی یک محترم جزانت هم کار خوب هستن. ممنون که در برنامه اشتراک کردین. والی صاحب پاسخ شما. ما تدابیر بسیار جدی گرفتیم که تمام راه‌های که متوسل میشه به شهر کابل از ولسوالی‌ها و اطراف، راه‌های اصلی و راه‌های فرعی همطور در داخل شهر در چوک‌ها و در جاده‌ها ایستگاه بازرسی بندازیم و مانع شویم که کس رفت آمد بکنه. و این بسیار خوب شد که همشهری عزیز ما گفتن، من با بسیار مسائل گپای زنا موافق هستم. از همه خواهش میکنیم به خانه های خود بشینن، خودشان موجب انتقال مرض نشن، هم برای فامیل خود هم برای دوستای خود. و در عین زمان ما جدی مسئله را بررسی خود کردیم، نگذاشتیم. و از تمام دوستایی که همونطور که اینا گفتن بادیگار دارن، موتورهای لوکس شیک دارن، از اونام خواهش میکنیم که عید با عزیزا و دوستای خود سپری کنند، در خانه بمانند. بهترین وقت عبادت است. بیاییم که در این حالت آفت عبادت کنیم و بالاخره در خانه های خود بمانیم. اگر امکان داریم با فقرا کمک کنیم، با نزدیکای خود کمک کنیم، ولی از خانه بر عیدی و بر فاتحه و بر جمع شدن و بر تفریح و بر گشت گذار نبرایم. نه تنها باعث ازدحام و باعث مریضی دیگر ها میشیم، بلکه باعث مریضی برای خود و فامیل خانواده خودم خدای نخواسته خواهد شد. ممنون والی صاحب. بیننده دیگر ما پشت خط هستن. سلام بفرمایید. سلام علیکم، در خدمت جناب شما و جناب محترم میمان برنامه شما تقدیم میکنم. سوال من از جناب والی صاحبی هست که قسمی که والی صاحب میفهمن شهر کابل تراکم جمعیتش نظر به چیزی که پلان شده چند مرتبه بیشتر است، در یک در همچه یک حالت آیا فاصله گذاری اجتماعی میتونه که رعایت شوه و یک طرح عملی و منطقی به نظر میرسه؟ و از طرف دیگه ادارات محترمه که برای تنفیذ محدودیت گشت و گذار در پایتخت تنظیم شدن، اونا خودشان برخورد سلیقه‌ای میکنن و در عادل پول به شکل سلیقه‌ای یک داد دکوپی مغازه ها و افراد برکار اجازه میدن، یک داد دیگر نمیدن. یک قسمت چی راهکار در پیش روز لطفاً توضیح بدین. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. والی صاحب بفرمایید. خب اول خدمتتان عرض کنم که بعضی همونطور آوازها و سرصداها بود. من خودم برآمدم رفتم به جاده ها همراه دستفروش ها، همراه دکاندار ها، همراه سویوان ها، همراه همگی که بستن بودن، بازم بودن، صحبت کردم و تقاضام کردم، خواهش کردم که در عین زمانی که پول نتن، اگر کسی پول داده و اطلاع داره لطفا با ما همکاری کنن. همی فساد هم که یک طرفه نیست، حتما یک طرف دیگه است که پول میتونه دیگه. این مجبوریت نست پر نشمایی که ولی ما بزنس تجارت خواهد میتونم به خاطر پول میتونم باز شد. متاسفانه ما هیچ مطلب مستندی رو نیفتیم. در قسمتی که یک سلسله شکایات در یک عوضی مشخص بود، در اوجه امور و وظیفه آمر وزارم به تعلیق خوردیم و اقتداد هم کارای شد. یعنی ما جدی در این رابطه برخورد میکنیم. آمدیم در قسمت از اینکه آیا امکان داره؟ بله، اگر تلاش کنیم و خود ما شهروندها همکاری کنیم به مراتب امکانات زیاد. شما ببینید یک فامیل در خانه 15 نفر زندگی میکنه و ما اضافه صدها هزار دکان و مرجع خرید فروش داریم. اگر به نوبت بریم یا دورتر استاچه مراعات کنیم، هیچ نوع مشکل وجود نخواهد داشت. اینه ما در مارکت جمهوریت، در بعضی از مارکت ها خصوصا در جادی نادر پشتون عملا به چشم دیدیم و این تمرین کردیم. بسیار به شکل خوب مردم رفتن از مغازه مال خود گرفتن، به نوبت آمدن، علامه انداختن، دروازه ضد عفونی اونجا ساخته شده، همراه دو طرفش بسته شده، موتر عبور و مرور نمی کنن. اگر بخواهیم رعایت کنیم به مراتب شهر ما و جاده ما کلان است نسبت به نفوس ما. ما اگر پیکین رو ببینیم یا توکیو رو ببینیم، کنها نفوسشان کمتر نیست از ما، زیادتر است. بله، کابل در 200 کیلومتر مربع در هر کیلومترش اضافه است
17000 نفر زندگی میکنه. تقریبا یگانه شهر است که در جغرافی بسیار کوچک انسان ها بسیار متراکم زندگی میکنند. اما با وجود از هم این قابل مدیریت است، اما این همکاری باید دو جانبه باشه. اگر همه شرایط آوازه شود، شما خود نمیتونید پشت هر نفر یک کنترلر استاد کنید. بنان ما از مردم و شهروندان خواهش میکنیم که همکاری کنه. به خاطر ازدحام موترا هم ما تصمیم داریم که قسمت موترا را روزهای مثلا جفت و یک کسان روز تاق اجازه بدیم که تقریبا نیم تراکم ترانسپورتی کم خواهد. یعنی تمام موترایی که نمره آخر نمبر پلیتش به تاق خلاص میشه و روزای تاق، اونایی که به جفت خلاص میشه روزای جفت به شهر میتونن گشت گذار کنن. دیگرهای شما محدودیت وضع میکنیم تا این که تانسته باشیم یک فضای خوبی را نه تنها برای مدیریت امروز، برای مدیریت فردای شهر هم ایجاد کنیم که هم وضعیت محیط زیستی هم در جرایم جنایی کاهش بیفته و از طرف دیگر گپی اساسی که ما تانسته باشیم در یک مدت که شاید 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 1 سال تا حال معلوم نیست این آفت وجود داره. تا وقتی که واکسینش با وجود میاد و مردم صحتیاب میشه و این تعدید کم میباشه، ما کاملا به حالت عادی بیم. به حالت عادی هم که بیم، اگر ما نظم رعایت میکنیم، فاصله را رعایت میکنیم، بجزی که نفع بر ما داشته باشه کدام نقصی نداره. یعنی ما با دوست خود موافق هستیم که بیروبار و کثرت نفوس زیاد داریم، اما اگر بخوایم نظم رعایت کنیم در هر حالت ما میتونیم که یک زندگی بهتر و خوبتر اجتماعی داشته باشیم که هم بر صحت ما، هم بر وقت ما که گپ اساسی وقت است ضایع نشه و هم برای کارهای خود و برای ارائه خدمات خود با کیفیت پیش بریم. ممنون شما والی صاحب. بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. بله سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین. بفرمایید. زنده باشین. عزیز الله شما از نهایت زنده با تماس شدین. بفرمایید عزیز الله عزیز. سوال ما جناب والی صاحب است که رؤسای دولت و کلانترهای دولت آیا فقط شعار دادن بلد هستند یا که عملی کردن بلد هستند؟ و دیگر منظور من است که زمانی که یا قرنطینه نگه کرونا نگه یا منای واقعی کرونا بودن و قرنطینه بودن هم نفهمند یا فقط به گپ میخوانند بودن؟ و زمانی که مگر قرنطینه، زمانی که مگر کرونا وجود داره، سریف وجود داره، زمانی دو ما دونی ما میشه در شهر کابل قرنطینه است و مردم زیر قرنطینه است، در این مدت آیا خبر داره که گشت و گذار در کدام ساعه هست، در کدام ساعه نیست؟ از سایه شهر خبر دارن، از سایه دانشینداول، از سایه مندوی کابل، از سایه چوک کابل، از سایه کمپانی، خیلی جای شهر کابل است که تردد گشت و گذار واقعا وجود دارن در حدی که پیش از قرنطینه وجود داشت. آیا یا کلام تبازیر خفصت یه بارا نگیرسن فقط یا گفتن برنسن فقط میتوند پشت پرده تلویزیون فقط شعار بتن که در خانه بمانند؟ مردم مجبور است، مردم نیاز داره که بیرون برای کار کنه. خود خودشان از طرف سازمان ملل روزانه چقدر کمک میه؟ زمانی که کمک میه هر کسی باشه باید بوده قرنطین به خاطر بودجه خودشان. و دیگه از دکان خوراکن نگه برین از اونجا بخرین، آیا کرونا گفته دکان خوراکن رو گفتن مثلا نمیگیرم و در سطح نانوایی میره 50-100 نفر وجود مورده بالای 3-4 تا نان و در اونجا میتونه که کرونا بگم من نانوایی رو نمیگیرم، کرونا حتما مشخص کرده که من این دکان رو میگیرم این دکان رو نمیگیرم. فقط شعار نتن، فقط شما کار کنن ملت رو بدبخت کنن، بیاد که مردم افغانستان بدبخت بیچاره در بدر است و شما با قرنطینه دون کار نکنین که مردم بیخی بیچاره شود. این رقم رایل مصر دکان ها در بیشتری جدا باز است، چی که من اسکر ها پول میگره نمونه که دکان باشه و کسی که غریب است دکانش بسته باشه، کسی که غریب است گشت گذار نکنه، این رقم نکنه. دیگه کدام سوال خاص ندارم، امید از جواب دو باشه. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. بیننده عزیز پاسخ جناب والی صاحب می داشته باشیم. تشکر. من هم چون وقت من خلاص میشه همین جواب آخر است با شما هستم. من میخوایم عزیز و دوست ما رو بگویم که شعار خوینا داده سر تا پا همه چیز رد کرده. بیاین ما وقتی که مثل یک مسئول برتان میگیم که رعایت کنین، این کار مشترک کل ما هست. وقتی که شما از با خازی گپ میزنین، از مندایی گپ میزنین، ما یک بار نیم چندین بار رفتیم
وارث که جان خود و ما و تمام همکارای ما چی از جامعه مدنی چی میدیای عزیز ما چی علمای کرام است رفتیم برای مردم نصیحت کردیم برای مردم توصیه کردیم که بیر بار ندازین. آیا این تنها دکاندار است که در شهر ریخته؟ حقی دکاندار 100 هزار نفر دکاندار ما داریم. آیا این کلی شمی فروشنده است و یا ایست که خریدار هم است؟ خب خریدار میتونست ایره به مواقع مختلف بخره، اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که ما طبیعتا کجا رعایت کردیم، جدی گرفتیم، نه تنها کرونا رو، بسیار چیزهای دیگر. در پهلوی از اون یک مطلب دیگر رو باید خدمتتان عرض کنم که ناحیه اول کابل و خصوصا با قاضی و مندوی این گندوی هم کندوی افغانستان است، اما مرکز اساسی تجارتی و عمده فروشی های کشور ماست. از تمام ولایت به اینجا میان که نیازمندی های خود خریداری خود کنن و مرفوع بسازن و همونطور به اینجا هم از هر طرف مواد عمده مواصلت میکنن. یعنی این یک حالت نیست که فقط دولت توجه نکرده، دولت توجه کرده، توجه خود هم میکنه، رسیدگی هم کرده و رسیدگی میکنه، اما بدون همکاری و بدون کمک شهروندان ما نتونه که در این امر موفق نخواد بودیم، بلکه حتی تلاش کنیم تلاش ما بیهوده خواد بود. به این خاطر بیاییم که مشترکم کار کنیم و شما هم رعایت کنیم، ما هم وظیفه خود میشناسیم شب و روز با در حالی که همه در خانه های خود هستند و ما شب و روز کار میکنیم و این کار ما به خاطر عزیز که یک جا با شما بتانیم از این آفت نجات بیافیم. با این منظور من از تمام همشهری ها یک بار دیگر خواهش میکنیم که حرف ما را نی و نصایح و توصیه های ما و دکتر خود چی میتونید که باید در نظر بگیرید، اما صحت خود در نظر بگیرید. انتخاب بین عید کردن، بین خوشحالی کردن در حالی که در کشور ما غم میریزه، صدها نفر ما روزانه تلفات داریم ناشی از جنگ تعمیلی که سر مردم بیچاری ما شده، ما از آفت و از کرونا تلفات داریم، در این حالت ما جشن میگیریم و عید میگیریم. درست است که عید یک وجه شرعی داره و هم یک وجه بر یک عادت و یک سنت تبدیل شده، ولی این مهم نیست که ما فراموش کنیم غم مردم خدا، غم فامیل های خدا و در عین حال بیتفاوتی کنیم، کالا جور کنیم، لباس جور کنیم، میوه خوش بخریم و باز خانه به خانه گشته کنیم. اینه میری شما خودتان دقت بکنین، از روی ازی میفهمیم که سطح فهم و درک جامعه ما در کجاست. ممنون والی صاحب. و ما چی باید بکنیم مشترک خود از این آفت نجات بدیم. انتقاد کردن بسیار ساده است. من انتقاد هر شهروند کشور خود نتارا میپذیرم و خودم موظف و مکلف میدانم به او بپردازم در جایی که با من تعلق داره و یاد نداره رسیدگی کنیم. ایره به صفت یک انسان، به صفت یک شهروند و به صفت یک مسئول انجام میدم. والی صاحب تشکر که برای ما وقت گذاشتیم. تشکر از شما. تشکر از شما. وقت شما بخیر. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. وقفه. ادامه برنامه مجله صبح است. تشکر میکنم که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من محمد یعقوب حیدری والی کابل بودند که به دلیل کاراجلی که برشان پیش شد یک 5 دقیقه وقت تر از شما اجازه خواستن و خداحافظی کردن. اما برنامه ادامه داره، شما میتونین در برنامه دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با ادامه محدودیت گشت و گذار در پایتخت به دلیل شیوع ویروس کرونا، البته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هستند. سلام بفرمایید. بله سلام علیکم خواهر عزیز، چی حال دارین؟ چطور خوب است؟ بخیر هستین؟ شما سلامت باشین، بفرمایید. زنده باشین، بخیر باشین. خالد نمایر هستم از ولایت قندوز با شما سلام. از ولایت قندوز بفرمایید. جناب والی صاحب یک سوال داشتم. همین کمک هایی که میشه از هر کشور کمک میشه، این خود در مردم نمیرسه. چی رفتم کسایی که بیوزارت هست، کسایی که غریب هست به ها نمیرسه. مردم در بادر هست. من سندی من چل چلو دو شده تا حال من قبر بیشتر ندیده بودم. مردم ها از
ویروس کرونا نمیترسه از گشنگی میترسه، مردم مجبور شد کراچیان هم ببرایه، الکسوان هم ببرایه، مردم کار نکنه. خب ما نیستم بخوره. در ولایت قندوز شما چی کار میکنین برادر ما؟ یا کمک صورت گرفته به شهروندای قندوز و یا نه؟ من خود ما خواری عزیز مایوب هستم، آوگار هستم، تا بالا برای ما هیچ کمکی نشده. تماس بیننده ما متاسفانه قطع شد، اما مشکلاتی که در ولایت قندوز بوده با ما شریک ساخت. تلاش میکنیم ما از ولایت قندوز هم والیشه داشته باشیم تا به گونه زنده به شهروندایی که در قندوز زندگی میکنند پاسخ باشند. بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام به شما. سلام همسیده دوستم، بخیر خوب هستن؟ سلامت باشین، روز شما همچنان بخیر، بفرمایید. سوال مدعی است که در رابطه با می ممنوعیت گشت گذاری است که جناب والی سی بنام خودشان تاکید میکنم که باید مردم بیشتر من گشت گذار کم بکنم، ولی آیا خود جناب والی سی کدام راهکار درست را در رابطه با این مردم داره نداره؟ آیا خودش کدام روز برآمده به این شهر دیده که چقدر گدایگر به اوج زیاد شده؟ آیا مردم چی بخوره؟ و این مشکلاتی که به حساب فراگیر همه مردم هست، من نمیفهم که آیا از گرد زدن کرده عمل کردن هم در کبال از اینا هستن یا نه؟ آیا از کی دستور میگرن؟ کدام راهکاری هست یا نه؟ شرم این دولت نیست که برای مردم یک کیلو گندم توزیع میکنن؟ این از سر کی بخورن؟ شما باور؟ ممنون شما برادرم، سوال شما را یادداشت کردم چون والی صاحب تشریف نداره، حتما با جناب والی شریک می سازیم. بیننده عزیز تشکر که با ما بودید، روزتان خوش، خدا نگهدار همه‌تان.